به نام خداوند جان و خرد، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان گرامی، بینندگان محترم کلید واژه، همه فارسی زبانان سر تا سر این کره خاکی. خیلی خوش آمد میگم به شما. با یکی دیگه از برنامه های کلید واژه در خدمت شما هستیم و در این برنامه قصد داریم به مناسبت یا سالگرد عملیات فروغ جاویدان این برنامه را اختصاص بدیم به این عملیاتی که در دهه اول مرداد سال 67 اتفاق افتاد و در رابطه با ابعاد و روش این عملیات صحبت کنیم. در این رابطه مهمان گرامی داریم، جناب آقای مسعود خدابنده، عضو پیشین سازمان مجاهدین و همچنین سرتیم حفاظت از مسعود رجبی. من خیلی خوش آمد میگم قبل از هر چیزی به شما جناب آقای خدابنده و خیلی خوشحالم بار دیگه در خدمت شما هستیم. لطف دارید. عملیات فروغ جاویدان در سال 67 اتفاق افتاد، در مرداد ماه سال 67، درست زمانی که عملا جنگ تحمیلی به پایان رسیده بود و ایران قطعنامه 598 رو پذیرفته بود. خب در همون زمان سازمان مجاهدین با یعنی در نشستی که با سران رژیم بعث عراق داشت به این نتیجه رسید که با یک عملیات نظامی و با حمایت ارتش صدام میتونه حکومت مرکزی ایران رو نابود کنه. بعد این یعنی بعدن این عملیات توسط نیروهای سپاه، بسیج و هوانیروز وارد عمل شدن و در نهایت با عقب نشینی نیروهای مجاهدین و مسعود رجبی عملیات فروغ جاویدان با شکست مواجه شد. عملیاتی که خب ایران در مقابل و متقابلا انجام داد نامش عملیات مرساد شد و با نام عملیات مرساد میشناسن. اینکه قبل و بعدش اتفاقی افتاد رو امروز جز به جز با آقای خدابنده مرور خواهیم کرد، اما پرسش جناب خدابنده، شما در اون برهه خب عضو سازمان بودید و اتفاقا جزء رده‌های بالای سازمان هم بودید و به شما می رفتید. برای شروع دوست دارم از زبان خود شما بشنوم که خب سمت شما در اون زمان و در عملیات فروغ جاویدان چه بود و چه اتفاقاتی در اون مدت گذشت و حالا در ادامه میتونیم در رابطه با اهداف مسعود رجبی در این عملیات هم صحبت کنیم. بفرمایید. سلام مجدد خدمت شما. من اون زمان مسئولیت ارتباطات اتاق جنگ در فیلق دوی عراق رو داشتم که یه اتاق جنگ مجاهدین بود و اتاق بغلیش اتاق جنگ افسران عراقی بود که اگرچه جدا بود ولی در مشترک داشت که میرفتن میومدن، یعنی میومدن چک میکردن یا درخواست های مجاهدین رو میخواستن انجام بدن، پشتیبانی و اینجور چیزها رو دنبال میکردن. در خود درگیری نبودم ولی خب روی خط تقریبا میدونستم چی میشه و توی اتاق جنگ مشخص بود که چه اتفاقی داره میفته. یه نکته به خدمتتون بگم، شما الان گفتید عقب نشینی مجاهدین. مجاهدین عقب نشینی نکردند. من حتی یادم توی اتاق نشسته بودم، افسر عراقی فرمانده نیروی هوایی به قول من رو اشکش در اومده بود که آقا باید عقب نشینی کنی، جنایت جنگیه، شما میدونید دلینا کشته میشن و رجوی هیچ وقت فرمان عقب نشینی نداد، هر کی زنده موند خودش زنده موند به دستور، به جز یکی دوتا که باز رو خط من دنبال کردم که آقای ابریشمچی، ابراهیم زاکری و این رفقای نزدیکش رو گفت نفر بفرستین بیارن. جزء حواریون نزدیک مسعود رجبی بود. دقیقا. ولی مثلا علی زرکش خب خط ببینید مجاهدین، اگه یکم من از سبقشم بگم بعد بیام داره وارد این بشم که آتش بس اعلام شد، قدنامه 598، مذاکرات در نیویورک در سازمان ملل شروع شد بین ایران، عراق و دبیرکل سازمان ملل. سه روز بعدش عراق حمله کرد به شلمچه و از جنوب شروع کرد حمله کردن که خودشون بر این اساس می‌داشتن که خب ما دستمون باز بشه یه زمین رو بگیریم که سر مذاکرات بتونیم دست بالا رو داشته باشیم، که به نظر من این نبود، دستور بالاتر از اون بود.
اون زمان آقای خمینی پیام داد و مردم بسیج شدن و رفتن جنوب و به این ترتیب بعد 3 روز عراق مجبور شد عقب نشینی بکنه، نتونست بیاد جلو. روز بعدش مجاهدین حمله کردند از شمال که بالا به طرف سر پل ذهاب حمله کردند که برن، که سازمان یه فرماندهی درست کرد سریعاً و 5 محور درست کرد که هر محور چند تا تیپ بود و دستور کار هر کدومشون مرحله‌ای بود. یعنی تیپ این مثلا این محور تا این حد جلو میره، این محور آخر فرماندهش ابراهیم زاکری بود، معاونش ابریشمچی بود که من گفتم آوردیمشون بیرون. اینا مسئول گرفتن تهران بودن، یعنی آخرین مرحله، یعنی واسطه بودن که تهران رو بگیرن وقتی که رسیدن به اونجا. خب به اونجا جا نرسید و اینها رو ما برشون گردیم. حدود میگن بین 4000 تا 5000 نفر، 4500 نفر، ببینید 1400 تاش که اسرای جنگی بودن، حدود 1000 و خورده ایش از خارج آورده بودن و اینا اصلا تفنگ نمی‌دونستن یعنی چی. یعنی حدود نصفی از این افراد حداقل اصلا بلد نبودن دارن چیکار میکنن، یا نمیخواستن. اسیر جنگی رو که برده بودی که نمیخواست بره به جنگی، که مجبورش میکردن بره به جنگی، یا سرش کلا گذاشته بودن. به هر حال سازمانی اونجوری نبود نصفشون، که اینا رفتن رو 80 کیلومتر هم پیش روی کردن به اون منطقه چارزبر که رسیدن، ایران اینا رو از پشت راهشون رو بست و از بینشون برد. تا اون حدی که دیگه برگشتن تعداد زیادی باقی نمونده بود. این آخر کار مجاهدین بود که حالا بعدش هم اون مسئله اعدام‌ها رو هم پشت سرش داریم. یعنی کشتار فقط به اونجا ختم نشد، خیلی ها رو تو زندان تشویق کرده بودن که ما داریم میایم، و اونایی هم که وایساده بودن حرفشون این بودش که مجاهدین دارن میان، اینا دروغ میگن، راستش که مجاهدینی در کار نبود. اون هم حالا بحث دیگری است که داستان دیگری میشه، زمان دیگه راجع بهش صحبت بکنیم. دقیقا حالا اون چیزی که روایت میشه تقریبا 6000 نفر سازماندهی شده بودن، اما زمانی تعداد فکر کنم 2000 نفر برگشتن، یعنی 4000 حدود 2000 تا برگشتن. و ببینید کشته زیاد، الان اگر که مثلا طرف مجاهدین به وایسین، مجاهدین میگن خوب کردیم رجوی و باید میکردیم، بعد ایران همه رو اعدام کرد، اون بد کرد. حالا از اون طرف وایسین میگه که خب ما به اعدام کردیم، اونا حمله کردن چیز کردن. یه خط وسطی هم اخیراً به وجود اومده که میگه آقا اونایی که تو جنگ کشته شدن خونشون پای رجوی است، اونایی که تو زندان کشته شدن خونشون پای حکومت ایرانه، که یه بحث روشنفکری جدله در واقع. یعنی مثلا فرض کنید اونایی که تو بیمارستان اسلام آباد کشته شدن مردم، و خون اونا با کیه؟ یا اونایی که مثلا مقاومت کردن در مقابل حمله خارجی به خاکشون با همون چیزی که داشتن، تیر و تفنگ زیادی هم نداشتن، مردم عادی، خب اینا رو عبر کشتن توی مسیح، خب خون اونا پای کیه؟ یعنی یه بحث، اون بحث روشنفکری رو کنار بذاریم، واقعیت قضیه این بود که مجاهدین با صدام قصد به هم زدن آتش بس رو داشتن، که حالا این رو من روی بعدن تو اگه راجبش بیشتر صحبت میکنیم که چرا اصلا مجاهدین این کار رو کردن، چرا صدام این کار رو کرد، چرا آمریکا اجازه داد این کار رو بکنن، چرا بعد از اون سوال بعدی چرا مجاهدینی که دنبال رجوی بودن باش رفتن مثل من. به نظر من آقای خودم، حالا بحث اسلام آباد، بیمارستان اسلام آباد رو مطرح کردین و روایت ها در این زمینه زیاده و صحبت های زیادی شده در این رابطه. یه پرسشی در این رابطه دارم و بعد میریم روی این چراها و
اهداف خود سازمان و مسعود رجوی صحبت خواهیم کرد. خب اون کشداری که اتفاق افتاد توی بیمارستان اسلام آباد، خب بسیاری از این افرادی هم که اونجا بستری بودن، لازم به ذکر اینم من این نکته رو بگم، خیلی هاشون بیماران و مجروحان جنگ تحمیلی بین ایران و عراق در اون 8 سال بودن، یعنی بیماران مثلا کلیوی و قلبی و اینجا اونجا زیاد بستری نبودن، یعنی بسیاری از اون پرونده های اینا در اون آتش سوزی در اون بیمارستان از بین رفت و خیلی از اون هموطنان ما هم اونجا جونش از دست دادن. اما میخواستم ببینم در رابطه با این کشتار و این اتفاق مهیب در بیمارستان اسلام آباد، آیا دستور از بالا بود یا نه بسیاری از اعضای سازمان خودمحوری کردن در این زمین؟ دستور که ببینید، سازمان مجاهدین که آموزش نظامی که نیده بودنش کدومشون، که یکی از مشکلات در عراق بود، یعنی نبودش که مسعود رجوی میدونست پشت خط داره چی میگه، که یه خط کلی داده بودن، اونم عراقی ها داده بودن که آقا شما اینجوری که دارین میرین اول نرین، اینجوری سوزنی میرین میرسیم تهران نمیدونم فلان، خب میان پشتتون رو میبندن پدرتون در میرین. حالا میگفتش نه ما میریم، شما بلد نیستیم، ارتش کلاسیک هستیم، ما ارتش فلان هستیم. گفتن آقا پس اگه دارین این کار رو میکنه حواستون باشه، همینجور که میرین جلو معمولا مثلثی باید رفت، یعنی پشت سرتون باز بکنید که نیان پشتتون رو ببندن، حواستون باشه کسی جا نمونه پشت سرتون. حالا این رو میتونید تعبیر بکنید به این که کسی جا نمونه، مواظب باشین، نه وقتی که 2-3 هزار تا آدم بیشتر نیستین تو مرحله اول، خب همه رو کشت معمولا دیگه. یعنی ایرانی که داره با عراقی میجنگه زنده بذاره، خب میاد سراغت دیگه. اینجوری نگاه نمیکنه ایرانیه که این ماله داره فارسی حرف میزنه یا نه، میگه ببین از عراق بعد 8 سال حمله کرده به این طرف، خب رفتن جلوشون وایستادن، با چوب و چماق رفتن جلوشون وایستادن. حالا شما میگید این بیمارستان و ساختمان بغلیش رو کردن مرکز برای قدم بعدی، یعنی مجاهدین اشغال کردن اون جاها رو برای قدم بعدی، ولی تعدادم نداشتن. یعنی من پشت خط این چیزی رو نشنیدم که بگن که نه حالا برین حتما این بیمارستان رو بزنین بکشین همه رو، ولی یک عکساش هست مشخصه، یعنی اینا رو بالاخره یکی اومده کشته. اون زمان هم غیر از مجاهدین که کسی اونجا نبود، حتی عراقی هم نبود، عراقی هم پشت سر بودن. بنابراین این کشتار انجام شده، کشتار هم سبقه داره، یعنی گفته شده که آقا مواظب باشید کسی نمونه پشت سرتون. اسیر هم تعدادی نمیتونستن بگیرن که، تعداد زیاد بود. یعنی به نظر من این کار جزء برنامه هست، ولی برنامه که در همون زمان اعلام نشده، بخشی از برنامه چیده شده از قبل است که توسط کسانی انجام شده که اصلا هر رو از بر تشخیص نمیدادن به لحاظ نظامی، آموزش نده بودنش کدومشون، نه رجبی نه بقیه که سران محورها یا سران تیپ هایی که میگفتن بود، و همون خونه اونها هم باید حساب بشه دیگه. میکروفون هم یه لحظه بستم، میبخشید. در رابطه با اهداف خود مسعود هم بخوایم صحبت کنیم، مسعود رجبی که چه اهدافی در سر داشت، من حالا یه نکته هم بگم، شما در یک کتابی با تحت عنوان تهران تا تیرانا، ما قبلا درباره این کتاب همراه خود شما یک برنامه کاملی ساختیم، اما خب زمان محدود بود و وقت نشد در رابطه با فروغ جاویدان و عملیات فروغ جاویدان صحبت کنیم. در این کتاب شما توی فهرستتون بخشی رو در رابطه با عملیات فروغ جاویدان خاطراتتون آوردید، بخشی با نام فروغ جاویدان و افول ابدی. در رابطه با این مسئله میگم، ما حتما بینندگان این برنامه رو دیدن، دوستانی که ندیدن حتما من لینک برنامه رو در این برنامه مختص خواهم گذاشت و دوستانی که مشاهده نکردن میتونن لینک برنامه ما رو ببینن و برنامه ما رو مشاهده کنن. اما در رابطه با خاطرات شما کمی بخوایم صحبت کنیم و همچنین اهداف مسعود رجبی که
بی ربطن به هم نیست، شما در اون کتابتون صراحتا عنوان کردید که مریم رجوی با شما رو صدا کرد و از شما نظرتون رو خواست که چه باید کرد در این عملیات، و شما هم پاسخ دادید که به نظر ما مادگی نداریم، ولی اگر عمل کردن مساوی با مردن باشد، عمل نکردن مساوی با پوسیدن خواهد بود. یعنی مجاهدین خلق در اون برهه در یک دوراهی سختی قرار داشتند که باخت باخت بود در واقع از نظر شما. آیا همچنان به این جمله خودتون معتقد هستید یا خیر؟ به اون معتقدم. من روی خیلی بیشترم فکر کردم، روی گسترده ترش و بین المللیش هم الان باز نزدم. میگن معما چو حل گشت آسان شود، یعنی الان من نگاه کنم میگم خب آره این اون موقعی که اون زمان اگه کسی میتونست بفهمه هر چیز بود. ببینید، فروغ جاویدان یا مرساد تنها با خودش انجام نشد، یعنی یه بخش بین المللی داشت. حمله صدام به زدن هواپیمای مسافری ایران و اعلامش که ما زدیم خوب کردیم روی خلیج فارس، بعد از آتش قبول آتش بس که آقای خمینی گفت جام زهر، که الان اون جام زهری که من میفهمیدم با جام زهری که الان میفهمم فرق میکنه. بعد از اون پدر خودشون رو در آوردن که این آتش بس انجام نشه، و حتی در داخل هم همینجور، یعنی وقتی که من صدام حمله کرد و مردم ریختن و بیرونش کردن، خیلی ها تو ایران میگفتن بریم تو عراق. تنها کسی که جلوی اینا رو گرفت خود آقای خمینی بود، نذاشت. یعنی یک نکته ای که میگم معما چو حل گشت آسان شود، الان که نگاه میکنی میبینی که اون جام زهر باعث شد که صدام بیفته. یعنی صدام بدبخت‌تر از این نمیتونست بشه که این آتش بس و صلح انجام بشه و بعد کویت بیاد بگه پولا که برات خرج کردم چی شد، عربستان بیاد بگه این چی شد، آمریکا هم، همه اینا پشتبند اون هست. یعنی یک شدیدن یک ارکستی دنبال این بودش که این آتش بس به سر نرسه. حالا توی این قضیه مجاهدین هم مثل همون هم. یعنی مجاهدین هم رفتن عراق با دو چیز، دو محور، که یک اگر آقای خمینی فوت بکنه رژیم سقوط خواهد کرد، دو اگر صلح بشه رژیم سقوط خواهد کرد. خب آقای خمینی فوت کرد، رژیم قوی تر شد، صلح هم شد که رژیم قوی تر شد. کی باخت؟ اون کسی مثل رجوی که یک هدفی رو گذاشته بود، با یک هدفی رفت به عراق و نتونست به هیچ وجه هیچ بخشی از اون رو عملی بکنه. یعنی رفت برای اونجا که بره داخل ایران دیگه، یه قدم هم نتونست بره. این پس موج پسش که میاد روش باعث رو چیکار بکنه؟ تمومش بکنه. یعنی من اونو، این تیکش اون موقع هم میفهمیدم که اگه نری دیگه تمومه، چون ما اصلا استراتژی روی اون بنا شده بود دیگه، سوال بشه که تو عراق داری چیکار میکنی، این رو میفهمیدم. ولی اون گسترده ترش رو اون زمان نمیفهمیدن، و الان اگه نگاه بکنی میبینی که خب الان دیگه دیده میشه. یعنی صدام چرا سقوط کرد؟ به خاطر صلح سقوط کرد، چون نتونست اون کاری که میخواست خوزستان رو جدا کنه، خب نتونست، صلح شد یعنی باخت. الان اصلا برش گردون، الان نتانیاهو اگر که آتش بس رو قبول کنه، از بین رفته، خودشون میگن الان همه جا میگن آتش بس رو نتانیاهو قبول نمیکنه، چون یک دونه از اهدافی که گفته رو نتونسته بگیره، و اگر که آتش بس باشه یعنی اون باخته، و اگر اون باخته کارش تمومه. این رو من به شدت بهش ادعا دادم که چرا کلیت مجمع ضد ایرانی مخالف آتش بس بود و میخواست جلوشو بگیره، چرا مجاهدین مخالفش بودن و میخواستن به این طریق جلوشو بگیرن، چرا خیلی تو ایران هم از روی نفهمی دنبال این بودن که جنگ ادامه پیدا بکنه. و من توی تاریخ الان ندیدم کسی غیر از خود شخص خمینی که جلوی همش وایسه بگه نه الان موقع صلحه،
حتی اگر که من دارم جام زهر می نوشم. الان بعد از موضع ضعف بعضی نگاه میکنم. من اون موقع از موضع ضعف نگاه میکردم. بودم آره ایران مجبوره الان صلح کنه. ولی الان که نگاه میکنم مجبور نبود صلح کنه. میتونست بره زمین از عراق بگیره. ولی خب همون دیگه باعث میشد که جنگ ادامه پیدا کنه آمریکا یا هزار مصیبت دیگه. و پیشرفتی که ایران بعد از آتش بس تا الان کرده را مدیون اونه. یعنی تونست قواعد و شرایط رو ایجاد بکنه با این کار که هم عراق سقوط بکنه هم ایران بتونه به این شدت پیشرفت که داشته را انجام بده. درسته. دو بخش دیگری از کتابتون هم شما دو باز اشاره کردید به اینکه بعد از عملیات و بعد از اون شکست مسعود رجوی خیلی اعتقاد داشت که این شکست تقصیر بدنه سازمان بوده، چون اولا به جای پیروزی و جنگ در فکر زن و بچه بودن و ثانیا بدنه به لحاظ ایدئولوژیک آمادگی کافی نداشت و اتفاقا خواست خدا بود که در این جنگ شکست، در این عملیات شکست بخوریم. و در ادامه هم خب ماجراهایی پیش اومد که همون تلاخهای ایدئولوژیک بود و سعی کردن اعضای سازمان رو از خانواده دور کنن و به حال جدا کردن فرزندان از مادران در همون سازمان اتفاق افتاد و ازدواج خود مسعود با مریم رجوی و اون انقلاب ایدئولوژی که در اون سازمانی. در رابطه با اینم کمی بر ما توضیح بدید، چون شما معتقد بودید که سازمان بعد از اون عملیات دیگه وارد یک پروسه افول شد. پروسه افول بلاز سازمانی و پروسه نجات اون چیزی که مسعود رجوی میگفت، یعنی رجوی بعدها هم میگفت که اگر ما این کار رو نمی کردیم از بین رفته بود، مصرف داخل تشکیلاتیشه که میاد میگه که ببین ما باید بانک خونمون رو پر کنیم، یعنی بریم کشته بدیم و به خاطر اون بقیه رو نگه داریم، چون سازمان مجاهدین در یک حالت معمول باید میپاشید دیگه، چیزی از این فرقه باقی نمیمون، ولی یه معدودی موند. درسته که پایان کارش بود از لحاظ سیاسی یا نظامی دیگه کاری نتونست انجام بده، ولی به لحاظ نگه داشتن اینا که همین الان هم برده مثلا توی بکشونتشون تا آلبانی یا تو بیابونای آلبانی، این به حدی درسته، یعنی در حدی واقعیه که اگر که سازمان مجاهدین مثل خیلی سازمان دیگه این کار رو انجام نمیداد الان تعدادی در آلبانی نبودن، یعنی فرقه انجام نمیشد. که خب خاک بر سرت، هایی که دادی خیلی بیشتر از اینست که سازمان میمون، فدایی ها نموندن ولی دیگه خائنین به کشور هم محسوب نمیشن که، یا هزار کار دیگه یا خودشون رو بکشن یا اینا. سازمان مجاهدین اومد این کار رو برای داخل خودش انجام داد، یعنی برای نجات مسعود رجوی. تقصیر شماست، بیایم جلسه بذاریم، طلاق بدین، ازدواج. اول همه رو باید گفت همگی ازدواج کنیم، بعد اومد همه تون طلاق بدین. هنوز هم داره ادامه میده اینو، یعنی سرگرم کردن و چیرگی روانشناسانه بر این تعداد افراد باقی مونده که همین ادامه شنون دارن توی آلبانی و فرانسه داره انجام میگه. ولی اون چیزی که واقعیت بود این، ببین مسعود رجوی خیلی وقتا میشست با هزارخانی صحبت میکرد و صحبتاش با هزارخانی، چون من بعضی موقع بودم، صحبتاش با هزارخانی دیگه بحث داخل که تشکیلاتی که نبود، هزارخانی هم میفهمید و کمک میکرد. حتی من یادم هزارخانی یه چند بار بهش گفتن چرا عضو سازمان نمیشی، گفت خب من اگه عضو سازمان بشم دیگه این کارهایی که میتونم بکنم نمیتونم بکنم، که الان کاری که میکنم بهتره، که واقعیت هم بود. سه چهار روز بعد از فروغ جاویدان یا مرساد یه مصاحبه داشت هزارخانی و توی اونجا یک جمله‌ای رو به کار برد و توضیح داد که فروغ جاویدان واکنش سیاسی به پذیرش قطعنامه از طرف ایران بود. واکنش سیاسی به پذیرش قطعنامه از طرف ایران بود. و بعد ادامه میده میگه چون واکنش سیاسی بود دیگه مسئله نظامی مطرح نیست. جبر واکنش به اون حرکت
دیگه باعث شده که مسئله نظامی رو که شما فراموش کنید. یعنی ما کشته می شدیم، کشته نمی شدیم، می رفتیم تهران، نمی رفتیم تهران. اینا دیگه اینا مهم نیست. جبر این بود که ما باید واکنش نشون میدادیم و راست هم میگفت. و من از اینجا میگم که رجوی میدونست. دیگه بقیهش برای در مسئله داخل تشکیلاتیه که تشکیلات رو نگه داره. ولی اون زمان ممکنه من نمیدونستم یا نصف میدونستم. ولی اون دقیقا میدونست که واکنش سیاسی است به پذیرش قطعنامه از طرف ایران. و همین کارم کرد و به هر حال لنگان لنگان الان این تعداد افراد رو هنوز به چنبرش برشون باقی مونده. یک بحثی رو شما مطرح کردین که حالا باز در ادامه برنامه به صورت گسترده تر ابعاد اون رو بررسی خواهیم کرد. کشورها، دولت‌هایی که پشت صدام بودن و در 8 سال جنگ تحمیلی علیه ایران و توی فرمایشاتتون اینو مطرح کردین که اونا هم دوست نداشتن این صلح اتفاق بیفته. به چه دلیل؟ حالا کشورهای هم دولتایی هم که مد نظرتون هست و بودن میتونیم مثلا حالا شوروی بود، آمریکا بود، کشورهای ابرقدرت اگه بخوایم مثال بزنیم، کشورهای عربی منطقه تماماً تمام قد یعنی از صدام حمایت کردن و در ادامه خب ما دیدیم سازمان در ادامه بعد از فروغ جاویدان زمانی که عراق بود و بعد از اینکه اومدن آلبانی همچنان این حمایت ها از سمت دول غربی و همچنین کشورهای منطقه ادامه داره. این از نظر من دراز مدت که نگاه بکنید ایران پیروز شد. دراز مدت که نگاه بکنید همین الان حماس پیروز شد. کشته زیاد داده، ایران هم کشته زیاد داد، هزار جور بدبختی مردم کشیدن، ولی دراز مدت که در نگاه میکنید نید یک عملی انجام شد به خاطر صدام. چرا به ایران حمله کرد؟ اولا قصد بر جدا کردن نفت از ایران بود، یعنی بیا خوزستان یک کشور بشه، جدا بشه، فلان بشه، قصد این بود. و اصلا چرا اون قطعنامه رو پاره کرد صدام؟ بخاطر که جنگ شروع بود، یه پشتبانه ای داشت، یک تحریکی شده بود که تو بیا این کار رو انجام بده، الان هم که ایران ضعیفه 4 هفته دیگه خوزستان آزاد میشه، ما نفتمون اقلا از دست ایران خارج شده دیگه. فکر نمی کردن به اینجا برسه، کمه که الان فکر نمی کنن که قضا به اینجا میرسید. فکر می کردن خب تمامت 2 هفته دیگه، الان 9 ماهه. روزی که متوجه بشن که نمیتونن و باید قبول بکنن، اون روز بدبختیه. یعنی به هر شکل جنگ ادامه پیدا بکنه، چون اگه ادامه پیدا نکنه الان شما نگاه میکنید واکنش عربستان سعودی به روابطش با ایران نبود مگر پیروزی ایران در اون جنگ، جنگ یمن، پیروزی یمن در جنگ، نه جنگ صدام. یعنی من الان جنگ صدام دراز مدت میگم، یعنی صدام که نتونست ایران رو بگیره، بحرین و کویت و عربستان سعودی و اینا هم بالاخره میبینن دیگه، دستگاه عوض میشه. آمریکا همچین چیزی براش واقعا هضمش مشکل بود، یعنی این جنگ تموم بشه و دستاوردی نداشته باشه، دستاوردی نداشته باشه. خب اون جهش بعد جنگ ایران همیشه بعد جنگ جهش است. وقتی که به قول خدا بیامرز یاسر عرفات میگفت که کمرتو نشکنه حتما باعث رشدت میشه، نشکستن کمر ایران باعث رشدش شد. جهش بعد از جنگ یه مقدارش مدیون اونه دیگه. حالا نمیگم جنگ چیز خوبیه، ولی همه کشور ژاپن هم همین بود، آلمان هم همین بود. جنگی که کمرتو نشکنه بعدش جهشه. اینو سکوی جنگ پرتابی شد برای ایران در واقع. دقیقا. و حالا مسئله دیگه مثلا تحریم هم باعث همین جهش شد، ولی به هر حال اون خواسته بین المللی بیشتر غربی که توی چیز بود، چون شوروی اون موقع مثلا خیلی چیز نداشت، خیلی دیگه درگیر نبود، چون بیشتر آمریکا بود. بیشتر بله آمریکا بود. شوروی فکر کنم اوایل جنگ یه خودش مشکلاتش مشکلاتش بیشتر از این حرف بود.
ولی آمریکا نمیخواست این بشه، چون دراز مدت رو الان تو هر کتابی هم نگاه بکنید دیگه هست که آقا دراز مدت یه باخت بزرگ استراتژیکه. شما که نتونستی ایران رو تجزیه بکنی توسط این جنگ، یه باخت استراتژیکه، یه باخت جغرافیاییه، یه چیزی رو دست دادی که حالا پشتبندش دیگه خب مسائل اون تضادش میریزه تو خود عراق، اونا رو باید حل بکنی. حمله میکنه به کویت، کویتی ها صداشون در میاد، این همه پول دادیم چی شد، عربستان صداش در میاد، این جنگ و دعوا میکشه توی خودشون که کشید، که آخرش بالاخره آمریکایی‌ها خودشون رفتن صدامو کشتن. در صورتی که قصد چی بود؟ صدام بره خوزستان رو بگیره. این خواسته، من میگم باز تنها جایی که موافق و مخالف هم نیستم، یعنی مثل عاشق چشم و ابروی آقای خمینی نیستم، ولی به این لحاظ من کسی رو ندیدم که این رو بفهمه، بگیره، انجام بده در داخل و در خارج که این واقعه به این مسئله به وقوع بپیوند، به واقع بشه و ایران بره به طرف صلح و آتش بس و شروع کنه به طرف پیشرفت. مجاهدین هم همین مسئله رو داشتن، مطابق عنوان کوچیکترش دیگه توی بخشی از اون سناریوی بزرگتر که خب منفعت خودش هم بود، چون میدید خودش هم همین مسئله رو خواهد داشت که داشت، یعنی به خاطر آتش بس، به خاطر شکست فروغ جاویدان. فروغ جاویدان خب معلوم بود شکست میخوره الان که نگاه کنید، به این خاطر الان به این روز افتاده که قایم شده دیگه. متشکرم. من در انتهای برنامه خیلی دوست داشتم یک مسئله مهمی رو مطرح کنم و حتما در ادامه نظر شما هم جویا خواهیم شد. خب ما یک طرفه های خداوند جبهه رو داشتیم که از ابتدای انقلاب در برابر کشور ایستاد و خب مجاهدین و مسعود رجوی و اینا بخش کوچکش بودن، در ابعاد گسترده تر همونجوری که توی صحبت های قبلی شما هم بود دول غربی بودن، کشورهای عربی بودن و نظیر اینها. در طرف مقابل خب انقلابی بود که در ابتدا آیت الله خمینی پرچم دارش بود و پس از ایشون هم آیت الله خامنه ای اومدن رهبری کشور رو به دست گرفتن. نکته اینجاست، میخواستم اینو مطرح کنم، اینکه از ابتدای انقلاب هرچی آیت الله خامنه ای و هرچی آیت الله خمینی تحلیل کردن درست از آب در اومده و در مقابل تمام اون برنامه هایی که دشمنان ایران و انقلاب داشتن منجر به شکست شده و تمام تحلیل هاشون. مثلا اگر بخوام براتون مثال بزنم، خب آیت الله خمینی در زمانی که جنگ تحمیلی به نفع ایران پیش نمی رفت و اتفاقات عجیب غریبی افتاده و خیلی از ایرانی ها اسیر شده بودن تو اون جنگ و اکثر کشورهای منطقه و دول غربی پشت صدام بودن، آیت الله خمینی اومدن صراحتا گفتن که صدام رفتنیه. یا مثلا در جای دیگه اومدن وقتی کویت داشت به صدام کمک میکرد، به کویت گفتن که کمک نکن به صدام، چون این صدام جنگ با ایران تموم بشه میاد سر وقت خودت، و دقیقا همین اتفاق افتاد و شد. یا همون جمله معروفی که آیت الله خمینی دارن که میگن راه قدس از کربلا میگذره و میایم جلوتر میبینیم که آیت الله خمینی هم دقیقا همینه، یعنی هرچی گفتن و هرچی برنامه و تحلیلی که داشتند اجرایی شده و در اون عملیات هایی که داشتن در رابطه با برنامه ریزی های هدفمندی که داشتن پیروز شدن. و وضعیت رو من میخواستم یعنی گذشته رو بس کنم به امروز و اتفاقاتی که در منطقه داره میفته ما شاهدش هستیم. میبینیم مثلا اسرائیلی که به عنوان دشمن ایران از ابتدای انقلاب خب به هر حال تمام تلاشش رو کرده برای براندازی جمهوری اسلامی، میبینیم مثلا قضیه مسئله نیل تا فرات رو مطرح میکنه، میاد صحرای سینا، میاد تا بیروت، ولی اینگونه شکست میخوره. و امروز شما داریم میبینیم از طرف حزب الله، از طرف خود حماس و حتی یمن، کشورهای و دولتهایی که اضافه شدن به این جبهه
در کل وقتی نگاه میکنیم به وضعیت ایران و منطقه میبینیم در جبهه‌های مختلف، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در یمن، ایران و انقلاب ایران پیروزمند شده، یا یعنی پیروز شده در همه این جبهه‌ها. میخواستم نظر شما در این رابطه بدونم، چه اتفاقی افتاده که ایرانیانی که یک روز پشت درهای بصره میجنگیدن برای خاک خودشون، امروز دارن پشت درهای بیت المقدس میجنگن تا باز با اون اهداف ابتدایی اول انقلاب برسن؟ قبلش توضیح بدم که برداشت چیز نشه، ببینید من الان همه این حرفه که زدید، این برداشت نشه که من الان میخوام مثلا بگم که نه ایران الان به لحاظ اقتصادی بالاتر از آمریکاست یا مثلا اینطور نیست. نه، ما در مشخصا در رابطه با منطقه و مسائل منطقه و نظامی و جنگ و ایران کجا بود، الان کجاست، امریکا کجا بود، الان کجاست، این رو میخوایم صحبت بکنیم. در این یعنی مقایسه نمیکنم بگم که الان مثلا پس الان ایران میتونه بره با آمریکا رو بزنه، از این چیزا نیست. ولی این پیشرفت به نظر من، حالا اگر از لحاظ مذهبی نگاه کنید و آدم مذهبی بپرسید، میگه که خب امام زمان کمک کرد، اعتقاد بود که درست هم هست، یعنی اینا هم سر جای خودشه، منم بالاخره مسلمان شیعه هستم و اعتقاد مهمه، ولی از نظر سیاسی وقتی که نگاه کنیم باز نوع دیگه میشه همین رو توضیح داد. یعنی آقای خمینی حداقل این رو دوست و دشمن میدونه که این به خاطر خودش شخصی نبود دعواش، یعنی یک ایده ای رو دنبال میکرد. آقای خامنه ای هم همینطور، شخصی نیست دعواش، که یک ایده ای رو دارن دنبال میکنن، اینا دراز مدت فکر میکنن. امام حسینی حالا مذهبی است، امام حسینی فکر میکنه، میگه آقا الان حالا بعد 1100 سال دیگه این پیروز میشه. حالا مال اون 1100 سال بود، مال ما مثلا میگه که آقا بعد 10 سال، بعد 20 سال، بعد 50 سال. من اینجا نیستم، ولی راه قدس از کربلا میگذره. اینجوری نگاه میکنه. در صورتی که در مقابلش غرب دقیقا از این افتاده، یعنی اگر حتی زمانی که مثلا امپراتوری بریتانیا سرلشگرهایی داشت یا سردارانی داشت که با خاطر ارق ملی میرفتن کشته میشدن، الان دیگه نداره. این هم دنبال این است که 4 سال آینده کی انتخاب میشه، ترامپ انتخاب میشه یا هریس انتخاب میشه، من بیشتر میبرم یا تو بیشتر، کسی به 20 سال دیگه کاری نداره اصلا. یعنی حکومت‌های غربی خسته شدن، ضعیف شدن، کهنه شدن، فاسد شدن. حالا میگن تو ایران نمیگن فساد نیست، ولی این نوع فساد متفاوته. یعنی ایران هر چقدر فساد داشته باشه، بالاخره یک نفر مثل سردار سلیمانی رو تولید کرده. شما الان تو غرب بالا بری پایین بیای، نعل کفش اونم نمیتونی پیدا بکنی که بخواد اینقدر مایه بذاره و دراز مدت فکر بکنه. اون میشه برای مثلا من که شهید شدم این کارو بکنه. اصلا اینجا به یکی بگی شهید شدم یعنی چی؟ کجا بخواد بیرم؟ این از بعد سیاسی هم، یعنی اگه مذهبیش هم بذارم کنار، از بعد سیاسی هم قابل فهمه، از بعد نظامی سیاسی هم قابل فهمه. الان اروپا با زمان ناپلئون فرانسه فرق میکنه. سربازای ناپلئون یه جنبه برای دیگه ای بودن. به همین دلیلم الان اگه شما ببینید مثلا دو تا ناوشکن و ناو هواپیما بر آمریکا توی کنار حزب الله پارک شده، جرأت نمیکنه بلند شه. میدونه نفرش رو نداره. این رو باز من برمیگردم تا قبلش و انقلاب و اون تئوری که باعث شد ایران بگه و من بمب اتم نمیخوام ولی موشک میخوام، بمب اتم نمیخوام ولی بسیج میخوام، بمب اتم نمیخوام ولی سپاه پاسداران میخوام، بمب اتم نمیخوام ولی مدافع حرم میخوام. یعنی استراتژی است که حالا شما میتونی بگی از بلاز مذهبی وصله با محسنه، میتونی بگی بلاز سیاسی عقلش رسیده، میتونی بگی به ناز نظامی، ولی این رو داشته. یعنی اومده یک چیزی رو مطرح کرده که الان همه موندن زیرش. الان چرا تمامشون جمعشون
یعنی کل غرب الان با هم دیگه یه منطقه غزه رو نمیتونن بگیرن. چجوری شده که اینها، حالا اونا تازه یه بخششون اخوان المسلمین هنها، ولی یه اشعه‌ای از ایران بهشون خورده، توی این جماعت چهار تا رو پیدا نمیتونن بکنن که ضد حماس عمل کنه. این اونجاییست که برنده رو کشته زیاد میده. آره، اون دستگاهیست که مدافعین حرم که میرفتن اونجا، خب خیلیشون کشته شدن، ولی آمریکایی‌ها مجبور شدن آخرش از سوریه برن. نه تنها آمریکایی‌ها فهمیدن، پوتین هم فهمیده. یعنی اونم الان میدونه که ببین یه کشوری مثل ایران، محور مقاومتی که به وجود اومده، یه کارایی رو میتونه بکنه. الان چند وقت پریروز بود، پس پریروز بود، رئیس ارتش اینجا اعلام کرد که آقا ما 3 سال وقت میخوایم که ارتش درست بکنه. تمام بریتانیا. بریتانیا. و که ما ارتشمون حداقل 3 سال وقت میخوایم که از، چون بریتانیا ارتشش ارتش متوسط محسوب میشه. میگه ما الان ارتش متوسط نیستیم، پایین تریم. اگه الان ما بخوایم بریم بجنگیم نمیتونیم. نه که بمب نداریم، نه که هواپیما نداریم، نه که نمیتونیم غزه رو با خاک یکسان کنیم. نمیتونیم سرباز بفرستیم، جایی نداریم. حالا میگه 3 سال، من باورم نمیشه، 30 سال هم نمیشه، چون اصلا پوسیده، سیستم پوسیده. یعنی سیستمی نیستش که بتونه سرباز مثل ایران تربیت بکنه که بره بجنگه برای حرم. ولی توقعش از خودش اینه که بعد در عرض 3 سال به یه نقطه برسیم که اگه خواستیم بریم با ایران بجنگیم، مثلا سرباز هم داشته باشیم که 4 تا. این اون چیزیست که ایران رو جلو برده. یعنی یه چیزیست که حالا مذهبیشی که رو بذاری تاریخیه، به همون دلیل که حکومت امپراتوری بریتانیا سقوط میکنه. این برد و باختهای تاریخیه. و یه کسایی هستن که تاریخی میبینن، مثل آقای خمینی، مثل آقای خامنه‌ای، مثل نصر الله، نگاه میکنه تاریخی. خامنه‌ای کدوم غربی حاضره یه چک به بچهش بزنه؟ نداریم که. ولی اون مثلا خب بچهش رو نمیدونم، زن و بچه رو نمیدونم، خواهرش همه رو گذاشت اونجا، الان هم میگه هیچ ربطی به اینا نداره، من دنبال یه چیز بالاتری هستم. حالا تازه من میگم نصفش هم اخوان المسلمینیه. ببین ایرانی ها چجوری هست. برداشت از این نشه که من الان میگم نه ایران گل و بلبل، فساد نیست، دعوا نیست، فلان، همه اینا هست. ولی مقایسه اینجا دیگه دارم مقایسه میکنم. این اون چیزی که من برداشت کردم، منظور شما اینه که اهداف رهبران ایران ایدئولوژیکه و خیلی بالاتر نگاه میکنن، ولی اهداف غربی ها و مشخصا مثلا آمریکایی ها، بریتانیایی ها در این 2 قرن اخیر شخصی شده. یعنی بیشتر به دنبال منافع مادی خودشون میگردن در شرایط سیاسی کنونی. و استراتژی که ایران به وجود آورد که متکیه بر مردمه در مقابل ارتش‌هایی که متکی بر سلاحه. یعنی الان دیگه میشه گفت که آقا اونایی که متکی بر سلاح بودن نمیتونن. عراق رو دیدیم، افغانستان رو دیدیم، لیبی رو دیدیم، غزه به اون کوچولی اندازه یه محله انگلیسه نمیتونن. اون چیزی که میتونه اون ارتشی است که متکی بر مردمه و نشون داده. الان اون موقع ممکنه نمیفهمیدم، الان که دیگه جلو چشممون دیده میشه. و تازه غربی‌ها دارن به این نقطه میرسن که حالا چیکار بکنیم. به نظرم یه مقدار دیرم هستی. نه، واقعیته. به هر حال ما زمانی بود، من یادمه در شبکه‌های ماهواره‌ای تازه راه اندازی شده بود و مسخره میکردن، میگفتن راه قدس از کربلا میگذره. اون موقع هنوز فکر میکنم صدام حاکم بود بر عراق و به مرور که گذشت و ما امروز داریم برمیگردیم به عقب نگاه میکنیم، مثل فیلم جلوی چشممون رد میشه. خب عراق امروز پیوسته به جبهه مقاومت، سوریه قرار بود اون اتفاقات براش بیفته با میلیاردها دلار هزینه، بشار اسد سقوط کنه، خب نتونستن، باز یک شکستی برای غرب بود.
یمن یک شکستی بود، جنگ یمن در مقابل عربستان سعودی که در نهایت باز یمن پیروز شد. یعنی تمام جبهه رو که شما نگاه میکنی یک شکست در کارنامه اینها نیست در جبهه مقاومت. حالا ممکنه افرادی پیدا بشن از اون سمت بیان بگن آره خب اسرائیل یا مثلا عربستان زده هزاران کودک رو کشته. به نظر من در جنگ افتخار نیست و ننگه. در اگر بخوایم قوانین جنگی رو در نظر بگیریم، اگر قوانین انسانی رو هم حتی بذاریم کنار، قوانین جنگی رو فقط در نظر بگیریم، این به نظر من یک ننگه و افتخار نیست که بگیم مثلا ما زن و بچه و آدم عادی رو زدیم کشتیم در یک جنگ و این افتخاره. و اون دستاوردهایی که شما آقای خداوند اشاره کردید در جنگ بعد محقق بشه تا به حال نشده از سوی چه اسرائیل چه آمریکا چه در زمان صدام، و این اتفاق همچنان داره میفته و ادامه داره. و اینکه تا کجا ادامه پیدا میکنه رو شما میتونید درباره صحبت بکنید که این شکست های مفتزهانه ای که دارن میخوان تا کجا ادامه پیدا میکنه و اتفاقا نمیشه تعریف کرد. ولی یه سری چیزایی مشابه این، الان چند وقت هفته پیش ناتو که حالا قراره که اصلا مال اونور دنیا باشه رفته توی اردن، اجازه گرفته مرکز باز کرده که آمریکایی‌ها برن مثلا اونجا هواپیماشون بزنن، یا همون دوتایی که مثلا تو عراق دارن. ترسی که الان دیگه دارن کم کم بیدار میشن، ترسی که از هشت شبی پا برهنه دارن باعث شده ناتو بره اونجا. اگر این سیل آدم را بیفته از عراق، که ایران الان داره جلوشو میگیره و میدونم تو عراق بالاخره رفقامون هستن، ایران نمیذاره، سیل آدم اگر از عراق را بیفته اردن همینجوری رد میشه میره اسرائیل رو میگیره. و اوایل جنگ غزه یادم این اتفاق افتاد، خیلی از یمن حتا اومدن و پشت مرز اردن و غزه و فلسطین منتظر بودن که ورود کنن، هم در سمت لبنان هم در سمت چی؟ الان ایران هی اصرار داره که نرین، یعنی مردم نرین، هی میخوان برن تو لبنان کمک حزب الله. آقا لازم نیست، برنامه هست، کاری هست. و آمریکایی هم میدونم میگم رفته مثلا کشتیش برده اونجا گذاشتی نمیتونه کاری بکنه، میگه برم رو زمین. حالا میره رو زمین، مثلا ناتو بره توی اونجا، میدونن که از سربازهای اردنی نمیتونن استفاده کنن، 80% فلسطینی اصلا. تو میخواد چیکار کنه؟ بره بگه مثلا جلوی مردم از عراق بگیره. یکی از ببین من کوچیکترش رو یادم میاد، یادم توی عراق اشرف اینا در دست دعوا فلان اینا باز نمی‌کردن، در و فلان و اینا یه چیز کنن. ما حالا یه نفر بودش از همون موقع کسی الان توی سطح بالای هشت شعبی کار میکنه، اون موقع به من گفت، گفت آقا میدونی اینجا چی کار بکنیم؟ گفتم چی کار بکنیم؟ گفت من الان 7-8 گله دار بلدم اینجا میشناسم، بیاریم گله رو را میندازیم همینجوری میریم تو. اینا میخوان چی کار کنن؟ بالاخره میشکنه همه چیزی، میریم تو دیگه، اشرف گرفتیم. حالا ما نکردیم این کارو، ولی مقایسه هم گوسفند با آدم مقایسه نمیکنم، ولی فرض رو برید بگیرید که هشت شبی رو ولش کنن با همون 200,000 تا آدم چقدر هست، برن سراغ اردن، از مرز هم چیز را بیفتن به قدم بزنن. خب اردنی هم که 80% فلسطینی هم اسرائیلی میمونه. حالا شما بگو من اف نمیدونم 856 دارم، بمب اتم دارم، اینجاست که میگم اون قواعد رو عوض کردن. ارتش مبتنیه بر چرا اینقدر اصرار دارن سپاه پاسداران تروریستیه؟ سپاه پاسداران مگه بمب اتم داره؟ سپاه پاسداران مگه رفته آمریکایی‌ها رو زده؟ سپاه قواعد جنگ رو عوض کرد تقریبا، مخصوصا عراق رو عوض کرده. از چرا رفتن سردار سلیمانی رو بزنن؟ قیز دیگه. حالا این حدیث اومده میگه به خود زدیم الان بدبختش داره سرمون خراب میشه، و که درست هم میگه، ولی از روی چون یه کاری داشت میکرد که اینا با تمام دار و دستک و دنبک و نمیدونم هواپیما بر و فلان، خب مجبور شدن سوریه رو خالی کنن برن دیگه. میگم
میگم پوتین هم الان فهمیده، میگه اگه ایرانی ها توی عرب توی فلسطین بخوان چیز بکنن ما کمک میکنیم. اونم نفر اونجوری میخواد بهتر از غربی ها داره تو اوکراین، ولی اونقدر نداره که مثل مثلا عقیدتی باشن. ببین سرباز بالاخره رو دو چیز بیشتر که کار نمیکنه، یا سه چیز با قولم خودشون، یا عقیدتیه، یا عرق میهنی داره، یا پول میگیره. خب غربی ها اون دوتا اول دیگه ندارن، فقط پولشو داره. ایران پولشو نداره، اون دوتا اول داره، یعنی هم سربازش برای ایران میجنگه، هم برای امام زمان میجنگه. این تغییر بوده که ایجاد کرده و فعلا هم چاره‌ای براش ندارن. حالا میگه من 3 ساله میخوام درست کنم، 4 ساله میخوام درست کنم. ما اینجا تو انگلیس، تو لندن به شما قول میدم هیچ کی حاضر نیستش که خم به ابروش بیاد، چه برسه بخواد به خاطر ایتلر به جنگه اونجا. متشکرم. ما فکر میکنم 4-5 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه. اگر نکته صحبت پایانی دارید بفرمایید. خب من یه نکته دارم، نمیدونم چقدر همیشه این الان ما بحثمون فروغ جاویدان و مرساد اینا تاریخ دیگه، ولی گذشته چراغ راه آینده. وضعیتی من خودم توی ایران درگیر نیستم، فعالیتی ندارم، یک میگیم هم جناح بندی منظورم نیست، نه این ور نه اون ور، ولی یک چیزای مشخصه، یعنی یک مرزهایی هست. مثال میزنم جایی که زندگی میکنم. ببینید توی انگلیس کسی پوزیسیون کسی مخالف زلنسکی حرف نمیزنه، نه اینکه زلنسکی آدم خوبیه. قبول کردن که آقا این سیاست خارجیه، این امنیت ملیه، حتی اگر اشتباه بکنن. یه نقطه رسیدن دیگه با اون کاری نداره. اروپا و آمریکا و الان توی فرانسه اسرائیلیا اومدن تو المپیک دارن شرکت میکنن، مردم فرانسه مخالفن، ولی شما یک نفر سیاستمدار یا یک حزبی پیدا بکن دون پایه که بیاد بگه که نه چرا اسرائیل را دادن اینجا، نمیگه همچین حرفی. یعنی میگه خیلی مهد، مثلا تو آمریکا یه نفر توی تمام اون سنا بلند شده گفته که آقا چرا نتانیاهو را دادن. یک جای مرزه، یعنی دعوای انتخابات ایران سر جاش، سر نون و گوشت و آب و اینا دعوا بکنیم، ولی سر اسرائیل دیگه دعوا نکنیم. سر یه سری چیزایی که سیاست خارجیه که مجموعه هم این رو انتخاب کرده، یعنی دیگه حزبی نیست، این کار رو نکنه. من یه چیزی صحبت اولیه گفتم، ببین چه شد که من و امثال منی که از ایران اومدیم بیرون و رفتیم به عراق و رفتیم از عراق حمله کردیم به ایران، از اونجا که شروع نشد خط و مرزا رو گم کردیم، نیومدیم حساب کنیم که آقا ببین این دیگه مرز سرخه، این دیگه دسر، این دیگه دعوا نکنه، حمله به ایران نمیشه کرد. برجام بشه نشه مسائل ایرانی که حل نمیکنه، یه دعوای سیاست خارجیه. عاشق چشم ابروی چین، ایران که دعوای چین و آمریکا نیست که، سر چین و آمریکا سیاست خارجی ایران یکیه، حق نداریم بیایم روی اون سوار شیم. حالا اینش برای چی میگم؟ برای اینکه کسی که در سیاست داره فعالیت میکنه اینو یادش میره، اون کسی که باید اینها رو سر جاشون بشونه هوادارای خودشونن. رجوی رو ما باید سر جاش میشوندیم، چون یادش میره فیلش هوای نسلون میکنه. کسی که توی ایران الان چه میدونم این طرفیه یا اون طرفیه، اگر هوادارای خودش سر جاش نشونن یادش میره و استفاده میکنه. از کسی که سر یک حزب هست از هر وسیله استفاده میکنه مگه نتونه. اینجا معروفه، میگن مارگریت تاچر هیتلر میشد اگه مردم میذاشتن. یعنی این بر وظیفه مردمی است، وظیفه مخالف هم نیست. یعنی اصلاح طلب ها اگر مرز سرخ رد بکنن، اصلاح طلب ها باید جلوشون رو بگیرن. طرف مقابل هم همینطور،
اونا هم اگر که بیان یه جایی یه حرفی بزنن که مخالف امنیت ملیه یا مخالف سیاست خارجی کلیه، خب باید طرفدار خودشون جلوی خودش جلوشون رو بگیرن. این فرهنگ باید ما جا بیفته. الان بعد 40 سال دیگه جوان ما باید این رو عمل کنه بهش، نه اینکه بگه نه من هم نمیدونستم. ما میزنیم زیرش میگیم شان ازش کتاب بخونیم. شما چی میگین دیگه؟ به نظرم نکته خیلی خوبی اشاره که البته من فهم میکنم در 2 یا 3 برنامه در رابطه با این موضوع گذری صحبت کردیم، اما مشخصا و تخصصی روش وای نیستدیم و صحبت نکردیم و نیاز داره خیلی درباره این مسئله صحبت بشه و برنامه ساخته بشه که در این چند دهه اخیر خیلی کمکاری شده در حوزه رسانه، در حوزه فرهنگسازی، و به نظر من واقعا لازمه که درباره همچین مسئله مهمی صحبت بشه. و همونجور که شما هم اشاره کردید، اصلاح طلب اصولگرا نداره، اما خب این بنیاد بدی که گذاشته شد تا اونجایی که من یادم توسط اصلاح طلبان گذاشته شد، این که بحث و به قول معروف صحبت کردن در رابطه با مسائل سیاست خارجی با توجه به اینکه ما علمش رو نداریم و حتی سوادش رو نداریم، یک بنیاد بدی گذاشته شد که بیایم حتی کشورمون رو بفروشیم برای مثلا دست دادن با آمریکا، برای آشتی با آمریکا، برای به رسمیت شناختن اسرائیل و تمام اون خطوط قرمزی که شما اشاره کردید در این سالها پررنگ نشده برای جوانان ما، که ما میتونیم در رابطه با فساد، در رابطه با مسائل اقتصادی، در رابطه با خیلی از مسائل اجتماعی بیایم صحبت کنیم و تا جنگ کنیم و بزنیم تو سرکله هم دیگه، اما وقتی به خط قرمز سیاست خارجی میرسیم و پای کشور دیگری مطرح میشه، صحبت میشه درباره کشورهای دیگه، همسایگان ما، کشورهایی که به هر حال در دشمنی با ایران ما ید طولایی دارن، درباره اینا صحبت میشه، ما باید متحد باشیم. اصلاح طلب، اصولگرا، حتی برانداز هم باید بیاد در اینجور شرایط. وقتی صحبت ایران میشه ما نباید به قول معروف جدا کنیم همه اینها رو و باید جذب حداکثری داشته باشیم به جای دفع حداکثری. متاسفانه در این چند دهه اخیر کار رسانه‌ای شکل نگرفته که هیچ، ما دفع حداکثری داشتیم و بسیاری از جوانان ما به جای اینکه جذب بشن و صحبت کنیم در رابطه با این مسائل، یه سیاست‌هایی اتخاذ شده که بسیاری از مردم ما دفع شدن به واسه همینه وارد یک پروسه لج و لج بازی میافتن و در اون شرایطی که مثلا جمهوری اسلامی میگه اسرائیل دشمنه، ولی خب اون جوان قبول نمیکنه و میگه هر چی جمهوری اسلامی بگه من برعکسش عمل میکنم، و این اتفاقیه که در حال حاضر متاسفانه افتاده، ولی امیدوارم که با تلاش بیشتر و کوشش بیشتر در حوزه فرهنگسازی بتونیم اتفاقات بهتری رو رقم بزنیم. ممنون از شما جناب آقای خدابنده گرامی که بار دیگه در برنامه حضور پیدا کردید و دعوت بنده رو پذیرفتید، و از همه بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودن از شما هم بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.